23 سپتامبر که اولین گرد همایی در واشنگتن دی سی بود که اتفاقا هم در لینکلن مموریال بود. وقتی اونجا جمع شدم که با بقیه هم میهنانمون و غیر ایرانی هم بودن، خب هم مثل خیلی ها تحت تاثیر این متاسفانه حوادث بسیار ناخوشایند قرار گرفتم و چون آرتیست هستم خب هر کسی به نظر من باید یه کاری قدمی برداره و من به جز اینی که میرم و شرکت میکنم در این تظاهرات، در ضمن تصمیم گرفتم که یک مجسمه درست کنم در این مورد. این چیدمان از فولاد درست شده و حدود 350 پوند هست و حدود 5 متر طولشه، حدود 2.5 متر ارتفاعشه، که به صورت 4 پنل که اینا میستن و حالت صاف صاف نمیستن، یه حالت نیم دایره دارن. وسط اینا تمام این پنل نوشته شده زن زندگی آزادی، برای اینکه خیلی زود من متوجه شدم که این یک آرمانیه نه تنها برای ایران، نه تنها برای این جریاناتی که میگذره، این برای تمام دنیاست. برای در تمام تاریخ ما باید و تمام دنیا باید این قضیه رو الان که پیش آمده، با تشکر از ایرانیای عزیز که اینو شروع کردن، باید در تمام دنیا هم این انتشار پیدا کنه. برابر این چیزی بود که من روی تمام این پنلا از که با فولاد ساخته شده تمامش نوشته به 3 زبان، انگلیسی، فارسی و کردی، به خاطر مهسای عزیز که نوشته زن زندگی آزادی هشتگ مهسا امینی. و این برای چطوری شروع شد؟ خب گفتم که این قضیه انقدر مهمه برای من که میخوام تمام دنیا به این توجه کنه، تفکر کنه و قدر زن رو بیشتر بدونن که چه موضوع مهمی، چقدر مهمه در زندگی، در دنیا. از 23 سپتامبر من شروع کردم به درست کردن این، نزدیک 5 ماه طول کشید و که حساب کردم حدود بیشتر از 1500 ساعت روی این وقت گذاشتم. و اولش هم میخواستم عکسی که دیدم که پشت یه خانومی حدود 100 تا اینطورا با ساچمه مجروح شده بود، میخواستم اونو درست کنم، ولی بعد اینقدر زود همه چی تغییر میکرد، کشتارا شروع شد و فکر کردم درباره اون درست کنم. و بعد که خیلی زود متوجه شدم این یک انقلابیه که داره انجام میشه و باید اینقدر بزرگ باشه که یک ذره نشون بده که هم کشور ما و هم دنیا داره اینو نگاه میکنه و کشته میشن متاسفانه مردم. و همینطور هم که میدونیم تمام دنیا دارن نگاه میکنن به ایران و این باعث شد که بگم نه، این همون زن زندگی آزادی بهترین حالتیه و تصمیم گرفتم. آسون نبود اصلا، بالاخره این تصمیم که گرفتم و دیگه شروع کردم. خیلی خیلی خوشحالم که هیچ وقت فکرم نمیکردم که این کاری که دارم میکنم، این ساعت ها روز ها ماه ها که زحمت هایی که دارم میکشم، بالاخره در لینکلن مموریال به نمایش گذاشته بشه. این یه چیز خیلی عجیبیه. من به دوستای امریکایی من که میگم، به آرتیستام میگم، همشون میگن لینکلن مموریال. اینطوری شد و با تشکر از نازنینایی که در واشنگتن شبانه روز دارن کمک میکنن، یه عده خیلی زیادی هستن که همیشه تشکر کردم ازشون. و وقتی که شنبه ها که بیرفتم این تظاهرات رو، آرزوم شد که ای کاش که میشد اینو من با کسایی که میان، هم اونام شنبه ها میان، با اینا شیر بکنم. این یک ذره
مکنونات قلبم رو از این نظر نشون بدم. و واقعا بازم تشکر میکنم از تمام این بچه ها که به نام NSG ایران اسمشون رو میشناسم، چقدر دارن زحمت میکشن برای حمل و نقل این موازه که بسیار بسیار مشکله. ما یه کامیون بزرگ میخواستیم و با چند نفر خانوم یا آقای خیلی قوی که بتونن بیان، در حال حاضر خونه منه، اینا رو بتونن بیان ببرن. و خوشبختانه دوتا والنتیر نازنین با من تماس گرفتن و امشب که جمعه هست دارن میان که اینو ببرن. فردا صبح که شنبه 22 بهمن هست، باید قبل از ساعت 7 صبح پلیس اون منطقه همه چیزو نگاه کنه، مطمئن باشه که همه از نظر امنیتی این سیف هست. و بعد شروع کنیم. من خودم این رو مواظب باشم و با چند نفر اینا رو چیدمان رو بتونیم بچینیم. حالا از چیزی که هستش، این 4 پنل که هست به حالت نیمه ماه، وسطش یک گردباد که بارونه هست و بالای اون گردباد یک آتش فشان هست و اینا به نظر من انرژی این انقلاب رو من روی این دیدم. تمام این هم گردباد هم آتش فشان روش نوشته با قرمز با فولاد: زن زندگی آزادی، هشتگ مهسا امینی، به 4 زبون، 3 زبون فارسی، انگلیسی و کردی.